شکر و جلال بر نام عیسی مسیح. در این روز عید میخوایم آماده بشیم شهادت های ایمانیمون رو محکم و قوی همه با هم دیگه اعلام بکنیم، اگر در حال آماده شدن. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که میدانم همه چیز برای خیریت من در کار است، چون فرزند او هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که هر اسلحه‌ای که به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد، چون عدالت من از جانب پدر است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به زخمهای عیسی شفا یافته هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم حتی اگر 1000 دشمن از سمت راست و 10000 دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کند، پیروزی از آن من خواهد بود. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم چون او آرامی من است استرابی ندارم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم خوانده شدم تا سر باشم ندم، بلند باشم نپست، قرض دهنده باشم نه قرض گیرنده. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم هیچ محکومیتی بر من نیست، روح حیات مسیح مرا گناه مرد آزاد کرده است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت ببخشد، نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح قدوس او قادرم. آمین. 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 در نام قدوس عیسی مسیح شکر میکنیم و جلال میدیم نام قدوس خداوند عیسی مسیح رو، برای اینکه در این روز مبارک هممون دور هم دیگه جمع شدیم تا خدا رو جلال بدیم و در این برکت شریک بشیم. امروز یوم کیپور، همونطوری که پسرم نوید اعلان کرد، امروز یوم کیپور خداونده که در عهد قدیم در لاویان تعلیمش رو خداوند به ما میده. در لاویان 23 از 27 ما میخونیم که یوم کیپور شروع میشه. یوم کیپور چه عیدیه؟ یوم کیپور یه عید قبل از عید اصلی و آمدن خداوند ماست، دقیقا قبل از آمدن خداوند و قبل از ملاقات عیسی مسیحه. در این عید در زمانهای گذشته برای اولین بار که این عید شروع شد در زمان موسی بود. اگر یادتون باشه موسی دو بار به بالای کوه میره برای اینکه ده فرمان خداوند رو از خداوند دریافت بکنه و با خودش به ارمغان بیاره برای تمامی قوم. در آخرین بار وقتی که موسی از کوه پایین می اومد و ارمغان هدیه رو با خودش برای قوم آورد، از اون لحظه شد روز یوم کیپور، روز توبه، چون برای اولین بار قوم متوجه شد به چه دلیل باید توبه کنه، چرا باید توبه کنه و عاملی که باعث میشه ازش توبه بکنه به دست انسان رسید. و از اون روز شروع کردن که امروز دقیقا همون روزه، برای اینکه توبه بکنن خدا اونها رو ببخشه، خدا برکتشون بده و زندگی هاشون رو پربار بکنه. امروز قرار تعلیم کوچولویی در ارتباط با یوم کیپور داشته باشیم، چند دیدگاه کوچیک رو، و بعد توی روح دعا بریم، چون امروز روز توبه است، امروز روز دعاست.
در یوم کیپور سه نکته خیلی مهمه. سه تا نکته است: دعا، روزه و دادن هدایا به خداوند. قوم یهود خیلی خوب میدونه وقتی که میخواد خدا رو ملاقات کنه باید روزه بگیره. روزه خیلی کار سختیه و ماها بعضی موقع قاصریم از روزه گرفتن یا بد تعلیم گرفتیم. ولی در کتاب اشعیا 58 از آیه 6 تا 9 خداوند روزه حقیقی رو که برای ما در نظر داره به همون تعلیم میده و اون روزه روزه‌ایه که خدا میخواد ما بگیریم. قبل از اینکه ادامه بدیم من میخوام براتون با اجازتون از اشعیا بخونم آیه ها رو. اشعیا 58 از آیه 5 با اجازتون من میخونم: روزه‌ای که من میپسندم مثل این است، روزی که آدمی جان خود را برنجاند و سر خود را مثل نی خم سازد، پلاس و خاکستر زیر خود بگستراند. آیا این را روزه و روز مقبول خداوند میدانی؟ خیر. روزه‌ای که من میپسندم این نیست که بندهای این است که بندهای شرارت را بکشایید و گره‌های یوغ را باز کنید، مظلومان را آزاد سازید و هر یوغ را بشکنید. مگر این نیست که نان خود را به گرسنگان تقسیم نمایی و فقیران رانده شده را به خانه خود بیاوری و چون برهنه را بینی او را بپوشانی و خود را از آنانی که از گوشت تو می باشند مخفی نسازی؟ آنگاه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو به زودی خواهد روید و عدالت تو پیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند ساقی تو خواهد بود. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواهی نمود و او خواهد گفت که اینک حاضر هستم. اگر یوغ و اشاره کردن به انگشت و گفتن ناحق را از میان خود دور کنی. در نقطه توی زندگیمون هستیم که خداوند برای اولین بار به صورت شریعت در لاویان به همون تعلیم میده که به چه گونه توبه کنیم و اولین توبهی که میخواییم بکنیم و اولین آزادی که میخواییم داشته باشیم بخشیدنه. و کی رو ببخشیم؟ خودمون رو ببخشیم. خودمون رو ببخشیم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما انسانها داریم بخشیدن خودمونه. در طول تمام زندگیمون خیلی مشکلات داشتیم و این مشکلات روی هم انباشته شده و هرگز به این تفکر نکردیم چگونه ازش آزاد بشیم، چون مشکلات درونی ما که از طفولیت با ما رشد کرده باعث شده روح نبخشیدن در وجود ما رشد بکنه و در جایی که خودمون رو نبخشیدیم و اسیر و زنجیر نبخشیدن رو، اسارتش رو، زنجیرش رو در جسم خودمون حمل کردیم، باعث آزار خودمون و آزار دیگران شدیم. چون تمام اونایی که نتونستن خودشون رو ببخشن کسایی هستن که همیشه انگشت اشارهشون بلنده به سمت دیگران. همیشه انگشت اشاره آدم درازه و بلنده به سمت دیگری. مقصر تویی که من اینجا مشکل دارم، مقصر پدرمه، مقصر مادرمه، مقصر همسایهان، مقصر دوستان مدرسن، مقصر همکلاسیان، مقصر دنیاست که من به این روز افتادم. زمانی خود من
در دنیای زندگی میکردم که تمام مدت خانواده خودم رو مقصر تمام ناموفقیت‌های زندگی خودم میدونستم. و روزی که خدا به من ایمان داد، خدا به من تعلیم داد، متوجه شدم در اصل اونا نیستن که من باهاشون مشکل دارم، با خودم مشکل دارم، با شکستای درونی خودم مشکل دارم. آیا در نقطه قرار داشتی توی زندگیت که فکر کنی شکست خوردی و موفق نبودی؟ در نقطه که احساس بکنی وای من نتونستم اونی که دلم میخواست باشم و بشم توی زندگیم؟ اونجایی که روح محکومیت روی خودت میاد، بار محکومیت کمرتو خم میکنه و دائم خودت رو با دیگران مقایسه میکنی و خودت رو پست و حقیرتر و حقیرتر میشموری، مخصوصا در زمانهایی که در مشکلات جسمانی قرار داریم، در فشارها و آزمایشهای جسمانی قرار داریم، اونجاست که این محکومیت بیشتر ما رو فشار میده و اذیتمون میکنه. دقیقا در همون نقطه است که خداوند به من یاد داد خودم رو ببخشم به خاطر فشارهایی که به خودم آورده بودم برای ناموفق بودنم توی زندگی و برای اینکه دیگران رو دلیل ناموفقیت خودم میدونستم. وقتی خودم رو تونستم ببخشم، وقتی تونستم خودم رو آزاد کنم، آزادی رو به راحتی خیلی بیشتر به دیگران میتونستم از طریق بخشیدنشون بدم. به ما یاد میدن وقتی که ما ایمان میاریم، خداوند در دعای ربانی به ما یاد میده، در متی باب 7 به همون یاد میده، میگه ببخش تا بخشیده بشی. آیا واقعا بخشیدیم که بخشیده بشیم؟ چطوری کسی میتونه کسی رو ببخشه وقتی خودش رو نبخشیده؟ چطوری ما میتونیم کسی رو دوست داشته باشیم وقتی هنوز خودمون رو دوست نداریم؟ وقتی هنوز ارزش خودمون رو نمیدونیم؟ وقتی هنوز برای خودمون به واقع حرمتی قائل نیستیم؟ چطوری دیگری رو ببخشیم؟ چطوری دیگری رو محبت کنیم؟ اونجاست که خداوند بهمون یاد میده در این عید، یوم کیپور روزیه که در شریعت به ما داده شده، در این ماه، در این فصل خدا حضور داره و ما میتونیم دعا کنیم و بخشیده بشیم. ولی آیا برای ما که فرزندان فیض هستیم جز امروز روز دیگری نیست؟ آمین که هست. همه روزه میتونیم به حضور عیسی مسیح بریم و به خون او که برای ما روی صلیب داده شده توبه کنیم و بخشیده بشیم و زندگیمون عوض شه. یه ولی داره. خداوند شریعت رو گذاشت. چرا خدا شریعت رو گذاشت؟ شریعت خیلی احکام توش داره که ما نفهمیدیم. خداوند شریعت رو گذاشت و بعد فیض رو به ما عطا کرد تا به واسطه فیض شریعت رو درک کنیم و ابزار رو به دست بیاریم برای فهمیدن و به عمل آوردن تمام نیازهای جسممون. در شریعت خداوند، در کتاب لاویان، یکی از تعلیمایی که میده، اگر دوست داشته باشیم براتون از رو بخونم چون خیلی مهمه. خداوند موسی را خطاب، لاویان باب 23 از 26 میخونم، خداوند موسی را خطاب کرد و گفت در دهم این ماه، ماه هفتم، روز کفاره است، این برای شما محفل مقدس باشد، جانهای خود را ذلیل سازید و هدیه آتشین برای خداوند بگذارید. محفل مقدس جایی که هر کس بتونه به درون خودش فرو بره و باور داشته باشه با ده فرمانی که خداوند به ما داد
بسنجیم زندگی خودمون رو، ببینیم جاهایی که در اشتباه بودیم و هستیم، ببخشیم اشتباهات کهنه خودمون رو. اگر همین امروز صبح مرتکب اشتباهی شدی، اگر دیروز مرتکب اشتباهی شدی، سال پیش در طول عمرت مرتکب اشتباهی شدی، حاضری خودت رو ببخشی؟ آیا میدونی چی رو قراره ببخشی؟ ده فرمان ابزاریه که به ما کمک میکنه بفهمیم چی رو در درون خودمون ببخشیم، چون بخشیدن یعنی بیرون کشیدن و بیرون انداختن اون مانعی که در تو جلوی رابطه تو و خدا رو میگیره. پس ابزارها رو خدا به ما داده در عهد قدیم به واسطه شریعت تا تشخیص بدیم کجا روی محکومیت در درون ما کار میکنه، کجاست که روح محکومیت در درون ما باعث شده خودمون رو نبخشیم و در نبخشیدن خودمون باعث بشیم خودمون و دیگران در آزار و در آتش عذاب خودمون بسوزیم دائما و روی خوشبختی و مزه شادی رو نچشیم. خداوند در عهد جدید میاد کفاره رو برای ما در متی باب 5 از آیه 3 باز میکنه. خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند. خوشا به حال کسی که از فقر روحی خود آگاهه. خوشا به حال کسی که میدونه فقر روحیش چیه. خوشا به حال کسی که متوجه شده تمام مشکلات نبخشیدنش برمیگرده به اون نقطه اولی که خودش رو واقعا لایق محبت کردن ندید و نشناخت و باعث شد در روح محکومیت درون خودش فرو بره و در درون محکومیت خودش باقی بمانه. ولی کسی که فقر روحی خودش رو متوجه میشه چه اتفاقی براش میافته؟ خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهن، زیرا پادشاهی آسمان ازان ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. و دقیقاً کاری که خدا میکنه در یوم کیپور که در این ایام و این ایام و این روز روزیه که برای اولین بار ما میخوایم در نام عیسی مسیح تو روح دعا بریم برای خودمون، برای قوممون، برای کشورمون، برای خانواده هامون، برای عزیزامون، تا روح آزادی بیاد. یه مثال میخوام بزنم از آزی که جاش خیلی 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 خالیه. یار منه، همیشه با هم هستیم در همه نقاط، همه زندگی همیشه با هم بودیم، از و روزی که با هم آشنا شدیم جدا نبودیم. و چه من بدون اون چه اون بدون من، آدم نصفش نیست. روز سالگرد ازدواجمونم برای اولین بار خودم رو به عنوان گل بهش هدیه دادم. یاد نگیرین شماها گل بخرین آقایون، ولی من این کارو کردم برای اینکه به خودم انقدر اطمینان داشتم، میدونستم گل آزیم. در نام خداوند، من و آزی خیلی زندگیمون بالا و پایین داشته، خیلی پستی بلندی ها داشته، خیلی اتفاق افتاده. یه زمانی به جاهایی میرسید که برمیگشتیم با هم صحبت میکردیم، توافق نداشتیم توی صحبت هامون. یه جایی شاید توی زندگی شما هم تجربه کردیم، آدم به توافق نمیرسه. بعضی موقع میخواد فروتنی کنه بگه بله حق با شماست. خب از چهره آدم معلومه که
فقط داره سرش کلا میذاره. بعضی موقع واقعا آدم میخواد یک کار اساسی بکنه و این کار اساسی رو آزی با من کرد. جایی که من و اون با هم توافق نداشتیم آزی برمیگشت، با بردباری و سب من رو تحمل میکرد. این اتفاق البته برای من به طرف آزی هم اتفاق افتاده، دو طرف هست. با بردباری و سب تحملش میکردیم تا در نقطه صحیح در محبت به من نشون بده کجا من اشتباه میکردم، کجا جاده فکری من اشتباه بود، میتونستم توبه کنم. توی این سکوتش با رفتارش با چیزهایی که به میداد نشون میداد مشکل من کجا بود توی افکارم یا حرف زدنم، تا مشکلمو ببینم بشناسم و بتونم ازش برگردم و توبه کنم. این باعث شد زندگی ما همه روزه بیشتر و بیشتر به هم زنجیر شد. آیا به دنبال زنجیر خودت هستی؟ آیا به دنبال صلیب داخل زنجیر خودت هستی که پیداش بکنی و قفلش کنی به درون زنجیر خودت؟ اگر اینطوره، در روز یوم کیپور خدا به ما هدیه‌ای داده، خدا برای ما فرصتی درست کرده. ما به عنوان مسیحیان ایمان داریم همه روزه روز توبه است، ولی در شریعت خدا یک کار خارق‌العاده کرده، یک روز رو که در پاییزه و روز برداشته روز برداشت محصول فراهم کرده که ما در فیض عیسی مسیح با ایمان اگر با تمام دل و جانمون دعا بکنیم میتونیم در امروز مانند هر روز دیگه ولی امروز بیشتر دریافت کنیم. آیا آماده هستیم که فیض خدا رو لمس کنیم و بچشیم؟ پس اونجاست که عیسی مسیح میگه نیامدم شریعت رو بردارم، آمدم شریعت رو کاملش کنم و قابل اجراش کنم. شریعت منسوخ نشد، شریعت هست و قراره تا نقطه آن نیز انجام بشه. خود عیسی مسیح این تعلیم رو میده. امروز ما میخوایم برگردیم به درون وجود خودمون با ابزاری که خدا بهمون داده و بزرگترین کلیدی که در ده فرمان ما میبینیم. ده فرمان رو اگر مطالعه کنین، اگر یادتون باشه، خداوند خدای خود را فقط پرستش کن، امثالی هیچ تمثالی از او مساز، خدایان کذب رو پرستش نکن، پدر مادر خود را احترام بگذار، دروغ نگو، زنا نکن، دزدی نکن. ده فرمان رو خیلی آسونه وقتی بهش تفکر میکنیم. آیا قابل اجراست؟ به تنهایی خیر. اونجا فیضه که میاد به ما قدرت میده تا بتونیم اجراش بکنیم. امروز ما میخواییم از ده فرمان به عنوان کلیدی که خدا در عهد قدیم به واسطه شریعت، اولین شریعت در روز یوم کیپور، ده فرمان به انسان داده شد در همچین روزی که موسی از کوه پایین اومد، امروز میخواییم باهاش نگاه کنیم و در نام قدوس خداوند همه ی مشکلایی رو که داریم به حضور خدا ببریم، توبه واقعی و حقیقی بکنیم. آیا حاضر هستیم توبه حقیقی و واقعی بکنیم؟ واقعا خودمون رو به حضور خدا ببریم. برای هر آنچه که در درونت داری باعث سدی شده، برای هر ماسکی که روی صورت تو وجود داشت یا همچنان رفت و آمد میکنه، برش داریم و خودت رو در مقابل خداوند کاملا عریان کنی، مانند آدم و حوا قبل از مشکلاتشون. خودت رو عریان کنی به حضور خداوند، دعا کنیم، چون امروز روز توبه است، امروز روز دعاست. اول میخواییم برای خودمون دعا بکنیم، بعد قوم خودمون رو به حضور خداوند ببریم، براشون دعای شفاعت بکنیم، برای همشهریامون، برای هم مملکتیامون دعای شفاعت بکنیم. قبل از اینکه آروم آروم بریم توی روح دعا، چون امروز روز دعاست، امروز روزیه که فقط قراره با دعا به حضور خدا بریم، روز یوم کیپور، روزیه که روزه دعا و هدایای خود را همه کامل بدن. این سه تا کلیدیه
که توی یوم کیپور به انسان توسط موسی از طرف خداوند داده شد. یک روزه زنجیرهای یوغ خودت رو بریزی، بی عدالتی رو از درون خودت بیرون بکشی. آیا داوری در درونت داری بر ضد کسی در همین حال؟ آیا داوری بر خودت داری؟ روح محکومیت بر خودت داری؟ روحی که تو رو خار و کوچیک میشموره، روحی که باعث شده شرمنده بشی. میخوام یه مثال بزنم. بچه بودم، وقتی سنم خیلی پایین بود، یه اشتباه میکردم، به طور معمول اشتباهامونم گردن دیگران مینداختیم، قهر میکردم و دور میشدم از اون جمعی که باشون مشکل داشتم، دوستشون داشتم ولی ازشون دور میشدم. گذشت، زمان گذشت، یه هفته، دو هفته، سه هفته، تمام مدتم دنبال این بودم که یکی به من زنگ بزنه بگه بابا پاشو بیا، یکی بیاد دنبالم بگه بیا من همونجا بلند شم برم. تمام مدت دنبال یکی میگشتم، کسی نیومد. دو ماه، سه ماه، یه دفعه میبینی یک سال، دو سال گذشت و رامین از تمام گله دوستاش دور شده بودم، تنها افتاده بودم. و توی تنهایی گرگا سراغ آدم میان، توی تنهایی گرگا میان سراغم. از مدرسه بیرونم کشیدن، کارمون شده بود صبح تا شب بریم توی قهوه خونه، صبح به هوای مدرسه میومدم بیرون، میرفتیم قهوه خونه میشستیم چایی میخوردیم، بعد میرفتیم پینگ پونگ بازی میکردیم، شب با مینیبوس برمیگشتم خونه، هم فکرم مرسه اومدم. از دوستان دور شدم، گرگا منو بردن، زندگیم ویرانه شد. اون سال داغون شد، اون سال خیلی سال بدی بود برای من. همم فکر میکردم مدرسه میرم شاگرد اولم، توی پینگ پونگ شاید شاگرد اول شده بودم، تو قهوه خونه خب با سیبیل کلوفته و آدمای گنده میشستم، قهوه میخوردیم و چای میخوردیم و... ولی زندگیم داغون شد. بعضی موقع ها ماها با خودمون این کار رو میکنیم، انقدر تأخیر داره این رابطمون که بریم رو در رو بشیم با مشکلات خودمون که دیگه نمیتونیم برگردیم، یه جای دیگه بنبسته و نمیتونیم برگردیم. امروز روزیه که قرار ماسک خودت رو برداری، امروز روزیه که قراره قلب خودت رو باز بکنی و به حضور خداوند به واقع توبه کنی از سهلنگاری و بیمحبتی که به خودت کردی، از بدی که به خودت کردی. خودت رو در تنهایی، در سختی ها قرار دادی، خودت رو در مشکلات قرار دادی. امروز روزیه که قراره در نام عیسی مسیح، احتیاج نیست بلند این کار رو بکنی کسی بشنوه، کافیه در جانت و قلبت اون روزه واقعی رو بگیری، زنجیرها رو از خودت بندازی. عیسی مسیح در متی 11 به ما یاد داد و گفت زنجیرها و یوغ‌های بی‌عدالتی جسمت رو از خودت رها کن و یوغ مرا حمل کن. امروز می‌خوایم بریم به نقطه‌ای که زنجیرها رو بریزیم با روزه و با دعا در نام عیسی مسیح، حضور او رو بطلبیم، همونطور که موسی رو ملاقات کرد و قوم رو ملاقات کرد، به همون شکل ما رو نیز ملاقات کنه امروز و به همون شکل ما رو برکت بده تا بتونیم هدایای خودمون رو در روح و جان با تمام دل و وجودمون به حضور خداوند بیاریم. آیا آماده هستی؟ آیا آماده هستی؟ قبل از اینکه بریم میخوام فقط از ده فرمان از رو یک بار بخونم، فقط برای یادآوری، فقط محض یادآوری عزیزانی که یادشون رفته. من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. پس خداوند میخواد از جسم که تو رو بنده و غلام خودش کرده امروز تو رو آزاد کنه،
یادتونه در روزی که ما بنده و فقیر بدبخت اسلام و الله و بت‌های خودمون بودیم و خداوند ما رو آزادمون کرد. امروز ایمان آوردیم و در فیض او زندگی میکنیم. امروز قرار یادمون باشه. دومی، صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. هیچ چیزی برای خودمون، هیچ انسانی رو خدا نکنیم، هیچ سیستمی رو برای خودمون پهلوان نکنیم. خیلی من شنیدم اگر ترامپ ببره ایران آزاد میشه، میگن ترامپ شد سوپرمن، ترامپ شد کوروش، ترامپ شد همه کاره، ترامپ شد همه چیز. اگر ترامپ فردا سکته کرد و مرد و اصلا کارش به انتخابات نکشید، اون موقع چی میشه تکلیف ما؟ تمام امیدمون از بین میره. که هیچ انسانی رو برای خودمون اسطوره نکنیم. عیسی مسیح گفته من ایلام رو آزاد میکنم و زمانش رسیده. من کمان اسلام رو در ایلام میشکونم، من کمان بعل رو میشکونم. عیسی مسیح فرده داده، گفته من همشون رو از اونجا بیرون میکنم و من آزادی و رفاه رو به ایلام باز میگردانم و همه ایلامی ها رو دوباره جمع خواهم کرد به سمت ایلام، در زیر تخت پادشاهی خودم که در ایلام پادشاهی خواهم کرد. نزد هیچ کسی سجده مکن و آنها را عبادت نکن. روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. روز سبت چه روزیه؟ امروز یه مقدار کوچولو در مورد یوم کیپور تعلیمه که برمیگرده به خیلی جاها. روز سبت آیا داری؟ آیا روزی داری برای خودت؟ یا هفت روز هفته درگیره مشکلات و افکار عمومی خودت، خانوادت، دوستات، زندگی، کار، اقامت، پول، ایران؟ آیا یه روز برای خودت داری؟ آیا یه روز سبت داری؟ به واقع داریم؟ شاید اینجاست که بعضیا باید توبه کنن. شاید این نقطه است. اینا ابزاریه که به ما داده خدا. یک روز سبت احتیاج داری. منو اگه ولم کنن روز سبت میخوابم بیدارم نمیشم، 24 ساعت میخوابم، سرحال میام بعدش. سبت من اینه. شوخی میکنم، قرار نیست بخوابیم، قرار برای خودمون وقت بگذاریم، قرار تفکر کنیم به خودمون، قرار زیبایی های در کسی. هر کس فکر میکنه زیباست دستشو ببره بالا. بعضی خیلی خجالتی بردم بالا. هر کی فکر میکنه زیباست دستشو بالا نگه داره لطفا. آمین آمین آمین. من دو تا میبرم، برای آزی هم میبرم. اونجاست که خداوند داره به ما یاد میده باور کنی خودت رو، باور کنی خودت رو، قبول داشته باشی خودت رو، بدونی زیبایی در مسیح، بدونی خدا عاشقته و خدا تو رو منحصر به فرد درست کرده. روز سبت تو روزیه که بتونی قدردانی بکنی از خدا برای چیزی که ساخت. هر کس برای خودش بگه البته. شکر میکنم خدا رو که من رو ساخت، من رو درست کرد، من رو فرم داد، منو اینجوری فرم داد، هر شکلی که هستم، هر قدی که دارم، هر وزنی که دارم. شکر میکنم خدا رو. این روز سبتته. داری یه روز به خودت محبت کنی؟ اگه نکردی وقتشه بکنیم. پدر مادر بزرگتر خودت رو احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. آیا بزرگترهای خودمون رو به واقع احترام میگذاریم؟ آیا به واقع
من بدون اسم یک پیغام دریافت کردم، فکر میکنم 20 سپتامبر بود اگر اشتباه نکنم، دقیقا روزی که پارسال در همین موقع من سکته کردم، بیمارستان بودم، خودم یادم نبود، این شخص یادش بود، یه پیغام برای من فرستاد، 5-6 روز طول کشید تا بتونم جواب بدم، بازم جوابی نداشتم براش بدم، واقعا نمیدونستم چی باید بهش بگم، فقط گفتم شکر که خدا ما رو در کنار هم گذاشته. چطور میشه بتونیم به نقطه‌ای برسیم که بزرگترهای خودمون، تا حالا شده یه اسمس، یه پیغام، یه تلفن به پدرت، به مادرت، جسمانی یا روحانی، در موقع غیر قابل درک از دید اونا، غیر قابل انتظار بهشون پیغامی بدی، بدون اینکه شما بدونید اونا نیاز دارن یا نه، در اون لحظه قرار زندگی اونا رو شاید مانند آتشی که گاماس گاماس داری میسوزه، شعلش رو بلند بکنه، و اونجاست که خدا میگه زندگی تو قرار برکت پیدا کنه. ولی متاسفانه دنیای ما دنیای بی احترامی به بزرگتر است، و حرمت بزرگتر در جامعه امروز هر روز بیشتر داره شکسته میشه، و احترام بزرگترها هر روز بیشتر داره سقوط میکنه، و به همین دلیله که جامعه در حال سقوطه. پس اونجاست که بعضیا این مشکل رو دارن. قتل مکن. آیا تا حالا قتل کردی؟ من خیلی. هر بار دل کسی رو شکوندی قتلی کردی، هر بار به کسی آسیب روحانی رسوندی قتلی کردی. تا حالا شده کسی بهت آسیبی برسونه که بعدش تو دل خودت بگی دلم میخواست روزی 100 بار بمیرم؟ اون شخص که این آسیب رو بهت رسونده قتل کرده و تو رو کشته. پس من نیز کسی رو کشتم، قتل نکن. از این به بعد دل دیگران رو نشکنیم. اگر کردیم امروز تو یوم کیپور وقتشه توبه کنیم و دیگه نکنیم. زنا مکن. عیسی مسیح میگه اگر در فکر خودت نیست افکار زنا باشه، بدان در حقیقت اون کار رو انجام دادی. اولین زنا به خداست. بعضی موقع اون اوایل که همه ما مسلمون زاده بودیم و قبل از اینکه قلبامون رو به خداوند بدیم، بعضی ها اینجوری بودن. خب حالا ما میریم کلیسا، شم روشن میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره، ماه رمزونه، دوتا سینه هم میریم تو فمان میزنیم و تو خیابون بغلیه، هیچکی نبینه ما رو، آبرمون نره، یه دوتا سینه هم میزنیم و یه حلوا هم میخوریم، بالاخره یا این میگیره یا اون میگیره. نشنیدیم؟ حالا بیاریم پلو رضا تو مشهد، حالا شاید اونم یه چیزی به ما داد. از این بر کلیسا هم میریم، شاید هم این بر گرفتیم. اونجاست که خدا میگه زنا نکن، وفادار باش به من. اگر به خدا وفادار باشی به همسرت هم میتونی وفادار باشی، اگر به خدا وفادار نباشی تو خانوادت هم وفادار نخواهی بود، به دوستت هم وفادار نخواهی بود، به فرزندت هم وفادار نخواهی، به هیچ چیزی وفادار نخواهی. دزدی مکن. در ملاکی 3 از آیه 1-10 خداوند اینجوری میگه، میگه میدونید چرا برکت نمیگیرین؟ شما 1/10 من رو میدزدید، اول در روح دوم در جسم. شما میدزدید، شما هدایای خودتون رو به خانه من نمیارید تا برای دیگران برکت باشه، و شما بدین وسیله من رو آزمایش کنین ببینید من چقدر شما رو برکت خواهم داد. پس جایی که از خدا بدزدیم از انسان چطور؟ میدزدیم یا نه؟ 100%.
هر وقت به خدا وفادار نباشی و از خدا بزنی، از انسان نیز میزنی. قسمت یکی مونده به آخر، بر همسایه خود شهادت دروغ مده. در زندگی بعضی موقع هستش که من جوان بودم، دوستم میومد به من میگفت که رامین گیر کردم، احتیاج دارم تو بیای برای من توی فلان جا بگی من با تو بودم، اگر نه به مشکل میخورم، زندگیم به هم میریزه. از روی محبت میرفتم و این کار رو انجام میدادم، شهادت دروغ میدادم. نتیجهش چی میشد؟ به مرور زمان هم اون کارش به خنثی میخورد، هم من گرفتار میشدم در یک نقطه، بدتر میشد برام. شهادت دروغ نده. به خانه همسایه خود طمع مورز و به زن همسایت و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی که از آن همسایه تو باشد طمع نکن. من فقط یه مثال دارم براتون بزنم. محمد رفت پلوی علی، دید یه نامزد خوشگل داره به نام زینب، برگشت گفت وای من هر طور شده اینو باید بگیرمش. بلد هستین اینو یا نه؟ گفت هر طور شده باید بگیرمش. رفت نشست توی بیابون توی قارمارا، یه دفعه الله واسش یه آیه فرستاد که بر محمد حلاله که نامزد پسر خونده خودش رو بگیره، و محمد رفت زینب هم گرفت. اونجاست. من مثال دیگه غیر از این نمیخواستم بزنم، چون بر میگرده به بت پرستی در این حال. اونجاست که اولین طمعی که توی ما به خانه همسایمون درست میشه، چهار زنی و غیره و غیره و سیغه و همه اینایی که توی اسلام به ما یاد دادن، از کجا میاد؟ همش از اینجا ریشه میگیره و نشأت میگیره. تمام اینا که قانون خانواده رو تنمه رو به هم میریزه، تمامش به هم میریزه. خدا به ما میگه نکن. 10 کلید به ما داده توسط کلام خودش، 10 کلید به ما داده، فقط سطحی از روش رفتیم، به عمق نرفتیم. لازمه دعا کنین. در تعلیم‌های بعدی میتونیم بیشتر داشته باشیم که بفهمیم درک عمیق 10 فرمان رو کمی بیشتر، ولی کلیدیه که امروز ما میتونیم باهاش بهش نگاه کنیم. کجاش توی زندگی من مانعی بین رابطه من و خداست؟ مانعی بین رابطه من با خودم شده، مانع خوشبختی من شده، و بتونیم در این روز یوم کیپور دعا کنیم و از خودمون اونها رو دور بکنیم. در نام عیسی مسیح، در نام قدوس عیسی مسیح، آروم آروم میخواییم بریم توی روح دعا. قربونت بشم، میتونیم با هم موزیکم داشته باشیم. هممون میخواییم آروم آروم بریم توی روح دعا در روز یوم کیپور، در این روز که روز توبه است، روزیه که میتونیم در شریعت و در فیض خداوند وصل بشیم به خود خداوند، و به واقع به واسطه فیض او و توسط هدایت شریعت او درها رو باز کنیم، درهای ملکوت آسمان رو باز کنیم. خداوند در کتاب متی باب 16:16-18 و در 18:18 میگه اگر شما بخواهید میتونید درهای ملکوت رو باز کنید و درهای زمین رو باز کنید و برکت بگیرید. آیا آماده هستی درهای آسمان رو برای خودت باز کنی؟ قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ کسی، قبل از اینکه بخوای بری سراغ همسایت، قبل از اینکه بخوایم دعا بکنیم واسه شخصی، لازمه اول من و خدا، تو و خدا، رابطت سالم و بدون نقص باشه. لازمه اول بتونی در ملکوت رو برای خودت باز کنی تا صدای دعای تو در آسمان شنیده بشه، تا قدرت تو از آسمان بیاد و کلام تو زمین ها رو هموار کنه برای تمام کسایی که احتیاج به دعا دارن. پس به نام عیسی مسیح در جان خودت فرو برو در این لحظه،
در این لحظه فقط به خودت تفکر کن، فقط به اعماق درون خودت برو. آماده بخشیدن خودت هستی؟ آماده هستی خودت رو رها کنی از زنجیرهایی که در طول مدت زندگی دنیا باعث شده به گردن تو و به کمر تو آویزون باشه و وزن روح تو رو انقدر زیاد بکنه که حتی تو به نفس کشیدن رو بعضی اوقات ازت بگیره؟ آماده زنجیرها رو رها کنی و به زمین بیفکنی؟ آماده هستی زنجیرهای ظلمت و زنجیرهای بی‌عدالتی رو از وجود خودت بکنی و پایین بریزی؟ در نام عیسی مسیح دعا میکنم خداوندم، من رو خودم رو به حضور تو میارم عیسی مسیح. زنجیرهای خودم رو امروز میخوام بکنم، امروز طبق شریعت تو، طبق کلام تو، طبق تعلیم تو، طبق حکمت تو میخوام هر آنچه که از تو نیست توی زندگیم تا به امروز صبح همه رو بکنم، از خودم پایین بریزم و یوغ عشق تو و ملکوت تو رو دریافت بکنم و آرامی کامل تو رو امروز برای خودت بطلب. امروز اعلان کن ای خدا من توبه میکنم از اون نقطه ای که در فقر روحی خودم متوجه شدم امروز در کجاست، الان در حال الحال متوجهم در کدوم نقطه زندگیم خودم رو در روح محکومیت و نالایقی فرو برده بودم، در منجلاب و باطلاق جهنم زمینی که برای خودم درست کرده بودم. امروز میخوام بیرون بیام. آیا آماده بیرون بیای؟ آیا گرسنه آزادی هستی؟ آیا تشنه آزادی هستی؟ آیا تشنه حیات خدا هستی؟ پس زنجیرها رو خودت پایین بریز. امروز زنجیرها رو پایین بریز. روزه حقیقی که خدا از تو میخواد این نیست که غذا بخوری یا نخوری، اینه که زنجیرها رو از خودت پایین بریزی. تمام این زنجیرها رو، تمام این فشارهایی رو که زندگی بر تو گذاشته بود همه رو پایین بریز. تأسف ها رو دور بریز. متأسف نباش از اینکه تمام عمرت سختی کشیدی و بوی خوشی رو نچشیدی. متأثر نباش از اینکه دنیا به تو لطمه زد، همسرت به تو بدی کرد، فرزندات تو رو ندیدن، دوستات نفهمیدن. فراموش کن، بری زنجیر محکومیت رو از زندگی خودت پایین، آزاد کن خودت رو. آماده آزادی هستی؟ تشنه آزادی هستی؟ آزاد کن خودت رو، آزاد کن، زنجیر رو پایین بریز در نام عیسی مسیح و خودت رو آزاد کن. بریز پایین تمام این محکومیت ها رو، بریز پایین تمام این بی‌عدالتی ها رو. از خودت مانند زنجیری بهت آویزونه، قفلش رو به واسطه شریعت خداوند، قفلش رو به واسطه تعلیم خداوند باز کن و فیض خداوند با توه. خداوند میخواد آزادی تو رو فراهم کنه. ببخش خودت رو برای تمام راهایی که فکر میکردی موفقیت و نبود، برای تمام جاده هایی که فکر میکردی جاده حقیقت و نبود و زمین خوردی، برای هر بار زمین خوردنت که باعث زخمی شدن روح تو شد، خودت رو ببخش. ببخش در اون نقطه‌ای که قرار گرفتی و بهت آسیب رسوندن. ببخش در اون نقطه‌ای که قرار گرفتی و عشق تو رو شکوندن. ببخش خودت رو وقتی اجازه دادی از عشق تو سوء استفاده بشه. ببخش خودت رو در اون نقطه‌ای که عشق تو باعث شد خورد بشی و فکر کردی عشقت باعث شده خورد شدی و خودت رو محکوم کردی و خودت رو محکم بستی و دیگه اجازه ندادی عشق به درون وجود تو وارد بشه. ببخش خودت رو، ببخش و آزاد کن. اجازه بده عشق دوباره وارد خانه تو بشه، چون وقتی عشق در درون خانه توه، خداوند در اشعیا 58 آیه 9 میگه اون موقع صدای دعای تو بالا میره، چون عشق خداست و خدا عشقه. و صدای تو، مطمئن باش، صدای عشق خواهد بود و معشوق تو و کسی که عاشق تو عیسی مسیح صدای تو رو خواهد شنید و دعای تو مستجاب خواهد شد. ایمان داشته باش، آزاد کن خودت رو،
ببخش خودت رو و اجازه نده در به عشق خانه عشق تو دربش بسته باشه. آیا حاضری در به خانه عشق خودت رو باز کنی؟ آیا حاضری در پای زمین خودت رو، قلب خودت رو دوباره باز کنی؟ آیا امروز میخوای در به خانت رو باز کنی؟ آیا میخوای واقعا در به خانت رو باز کنی برای خدا؟ تا صدای دعای تو به آسمان، به حضور و نزد پدر ما که در آسمانه بره، در نام عیسی مسیح و امروز دریافت کنی. در نام عیسی مسیح پدر در دعا میکنیم امروز ای قدوس، ملکوت تو برای تمام توبه کننده های تو در یوم کیپور بیاد ای خداوند. ای عیسی مسیح، تو به ما تعلیم دادی که در یوم کیپور ایوب رو بخونیم، تمام زندگی ایوب رو بخونیم، تمام اتفاقایی که براش افتاد و ده فرمان تو رو ایوب کامل درک کرد، به ده قسمت مختلف تقسیم کردی زندگی ایوب رو، برای ما عیان کردی تا ببینیم از چه زندگی گذشت تا بفهمه. ما در تمام زندگی مانند ایوب زندگی کردیم ای پدر، و امروز اعلام میکنیم به واسطه کلام و تمام ابزاری که تو به واسطه تعلیمت به ما دادی، امروز میخوایم توبه کنیم ای خداوند برای هر بت پرستی که کردیم. امروز میخوایم توبه کنیم واسه هر انسانی رو که خدا کردیم برای خودمون. امروز میخوایم توبه کنیم برای هر سیستمی رو که خدا کردیم برای خودمون. امروز میخوایم توبه کنیم ای خداوند برای اینکه هیچ روز سبتی برای خودمون نداشتیم تا بتونیم تو رو شکرگزاری کنیم از چیزی که ساختی، از حیاتی که داریم، از نفسی که میکشیم، از سلامتیمون، از وجودمون، از بودنمون، از اینکه بتونه صدامون در بیاد. اگر صدا نداریم بتونیم بنویسیم، اگر نمیتونیم لمس کنیم، شکر میکنیم به هر شکلی که روی زمین هستیم. اگر پا نداریم، همین که هستیم ای خداوند و نفس میکشیم و زنده ایم و بوی خوش حیات رو میتونیم بچشیم. ای خداوند شکر میکنیم کوران نمیبینن ولی بیناییشون از بعضی موقع از بینایان قوی تره. ای خداوند بینایی روحانی رو به ما بده قدوس تا بتونیم در روز سبت بتونیم حقیقت خلقت تو رو در درون خودمون ببینیم، مانند کوری که عیسی مسیح با گل چشمان او رو آغشته کرد و او رو در آب شستند و او بینا شد و اولین چیزی که دید درختان بود در آسمان. میخوایم ای خداوند قوم ها رو مانند درختان پرباری که هر ماه میوه های تازه میدند ببینیم. میخوایم خودمون رو در اون درخت و مانند میوهی از تو درخت حیات آویزون و رسیده ببینیم و تو در ما و ما در تو ریشه کرده و از تو حیاتمون رو دریافت کنیم. میخوایم ای خداوند سبت خودمون رو پیدا کنیم ای قدوس. ای قدوس اگر بی احترامی و بی حرمتی های ما به بزرگترانمون به هر شکلی بود، توبه میکنیم ای خداوند و امروز به حضور تو میایم و میگیم ما رو قوت بده تا حرمت به جا بیاریم، ما رو قوت بده تا بتونیم برکت بدیم هر آن کسی که میبینیم و در جلوی راه ما هست، بزرگتران خودمون رو ای خداوند. امروز اگر دروغ بر زبان ما بود توبه میکنیم تا زبان دروغ رو از ما برداری و با حقیقت خودت مانند عسل ملبس کنی که از دهان ما شیرینی کلام تو و حکمت تو جاری بشه. اگر زنایی بوده خداوند ما رو ببخش، به تو وفادار نبودیم ای خداوند، در نقطه‌های مختلف زندگی در جاهایی که تو رو دیدیم میشناختیم به یادمون بودی ولی انتخاب کردیم بدی رو و در اون نقطه زنا کردیم به تو، توبه میکنیم و برمیداریم ای خداوند، توبه میکنیم و برمیداریم ای خداوند، توبه میکنیم و دیگه نمیکنیم، نه به قوت نه به قدرت، به روح قدوس تو ای پدر که عیسی مسیح به ما داده، میخوایم دیگه انجام نشه در زندگی‌های ما ای خداوند. اگر شهادت های اشتباه دادیم توبه میکنیم، ما ای خداوند اجازه بده در حضور تو دوباره سرمون بلند بشه.
مانند پیر زنی که به سینه خودش میکوبید و سر خودش رو بلند نمیکرد، امروز به حضور توی خداوند و میگیم میدونیم گناهکاریم، به فیض خودت سرهای ما رو بلند کن دوباره مانند کودکانی. امروز اگر به مال همسایه خودمون حسادت کرده و به دنبال مال دیگران بودیم به هر شکلی، چون قدر خودمون رو ندونستیم و نمیدونستیم چه قدرتی در درون ما ساکنه، امروز اعلام میکنیم خداوند شکر میکنیم برای هر آنچه که تو به ما دادی، شکر میکنیم برای هر برکتی که توی زندگی ما ساکنه، شکر گذارتیم خداوند. امروز خودمون رو به حضور تو میاریم و هر آن کس که گوش شنوا دارد بشنود که روح به او چه میگوید. اگر تو بکنی خدا از تو برخواهد داشت و امروز تولد تو و شروع تولد تو در روح خواهد بود در نام عیسی مسیح، چون عیسی مسیح گفت هیچ کس وارد ملکوت نتواند بشود اگر از آب و روح تولد نگیرد. اگر از تمام بدیهای درون خودت توبه نکنی و بیرون نیای، اگر از روح‌های نبخشیدن خودت رو بیرون نکشی و در اسارت زنجیر جسم باقی بمانی، نمیتونی وارد ملکوت بشی. نه اینکه خدا نمیگذاره، تو نمیتونی سبک بشی و پرواز کنی. آزاد کن خودت رو، آزاد کن خودت رو از روح نبخشیدن، آزاد کن خودت رو از روح کم دیدن، آزاد کن خودت رو از جایی که عشق تو رو شکوندن، آزاد کن خودت رو از جایی که اعتماد تو رو شکوندن، آزاد کن تو خودت رو در اون نقطه‌ای که باعث شد جامعه و دنیا تو خودت رو پست و بی ارزش ببینی. خودت رو آزاد کن، خودت رو آزاد کن و خودت رو ببخش. نمیدونستن چیکار میکنن، تو ببخش خودت رو، چون در حضور خداوند فرزند خداوند هستی، دختر و پسر خداوند هستیم و او تو رو با دست خودش فرم داده به شکل بسیار محسوس و مخصوصی. نشانه‌ای غیر از این که در تو هست در کسی دیگه ای نیست. تو مخصوصی، تو منحصر به فردی، تو در هر شکلی که هستی منحصر به فرد و زیباترینی، زیباترینی و زیباترینی، جزو زیباترین ها هستی. تو زیباترینی، تو زیبای خداوند هستی و باور کن، باور کن عاشقان دوستت داره و در چشمان خداوند تو زیباترین فرزندشی. ما زیباترین فرزندانش هستیم و او عاشقانه ما رو روی صلیب عشق ورزید. در نام عیسی مسیح آزاد کن خودت رو، آزاد کن خودت رو، آزاد کن خودت رو، ببخش خودت رو، ببخش خودت رو، ببخش و آزاد کن خودت رو، ببخش و آزادی رو به درون خودت دعوت کن، ببخش و آزادی رو به وجود خودت دعوت کن. آزاد کن خودت رو، آزاد کن از زنجیرها، از یوغها، از هر آنچه که دنیا باعث شد در تو مانند سنگی بسیار سنگین تو رو به زمین بچسبونه. امروز وقتشه که سنگ ها به صدا در بیاد، امروز وقتشه که سنگ ها به صدا در بیاد، امروز وقتشه که دل سنگی خودت رو نرم کنی و زبان خودت رو برای آزادی به کار ببری، امروز وقتشه که دست خودت رو در جسم یا روح بالا ببری به حضور خداوند و بگی آزادم در تو و آزادیم در تو، شایسته من نبود ولی به فیض تو آزادم، به فیض تو آزادی رو شکرگزاری میکنم، به فیض تو آزادی رو مبارک میخوانم. آزادی تو آزادی ابدیه، یوغ تو یوغ آرامشه، یوغ تو رو میخوام خداوند، یوغ تو رو میخوام خداوند. امروز در روز یوم کیپور، در روز توبه، در روزی که موسی
ابزار توبه رو برای ما از روی کوه پایین آورد و به انسان و بشریت برای اولین بار ارائه داد، تا هر آن کسی که روح را میشنود و هر آن کسی که میشنود و میبیند خدا چه میگوید آزادی رو به دست بیاره. آزاد شو، آزاد شو، آزاد شو، آزاد شو. در نام عیسی مسیح دعا میکنیم، در روح آزادی برای ایلام دعا میکنیم، در روح آزادی برای ایلام دعا میکنیم. ای خداوند، ایلامو به حضور تو میاریم، برای بت‌پرستی هاش دعای شفاعت میکنیم. ای خداوند، ایلام رو به حضور تو میاریم برای اینکه انسان رو خدا کردن و جانشین تو روی زمین کردن دعای شفاعت میکنیم. ای خداوند، ایلام رو به حضور تو میاریم برای اینکه حرمت تو رو نداشتند و براشون دعای شفاعت میکنیم. ای خداوند، ایلام رو به حضور تو میاریم برای تمام دروغهایی که دنیا بهش گفت و دروغگویی رو به جای حقیقت کلام دهان و تاریکی پاهاشون کرد و زنا رو و طمع رو و تمام امیال زشت رو. ای خداوند، تاریکی پاهای اونا رو به نور خودت ملبس کن. دعای شفاعت میکنیم. ای عیسی مسیح، به جای بخشیدن از تناب دار استفاده میکنن، به جای آزاد کردن مرگ رو به ملت میدن، نمیدونن چه کار میکنن. ای پدر، ببخششون در نام عیسی مسیح، و کشور رو از تاریکی و ظلمت اسلام آزاد کن، از تاریکی و ظلمت هر نوع بت پرستی آزاد کن. ای پدر، در نام عیسی مسیح، ایلام و ایلامی رو آزاد کن، ماد رو آزاد کن، پارت رو آزاد کن. ای پدر، در نام عیسی مسیح، در بهار و نوبر بهار پنتیکاست تو جاری بشه بر ایلام و ایلامی در هر نقطه جهان که حضور دارن. در نام عیسی مسیح دعا میکنم در نوبر بهار تو، در سال آینده، در سال جاری، خداوند، نوبر پنتیکاست تو بر ایلام جاری بشه، آتش روح تو بر ایلام و ایلامی بنشینه و آزادی تو توسط آتش روح قدوس تو به سوزان هر آنچه که از تو نیست و تاریکی ها رو نابود و نیست بکنه و کمانش رو به طور کامل از بین ببره. ای پدر، در نام عیسی مسیح توبه میکنیم امروز در یوم کیپور. خداوند، اگر در تمام روزهای دیگه سال به عنوان فرزندان تو یادمون میره توبه کنیم، امروز رو بخوایم به عنوان روزی که تو معین کردی، چون تو عید رو که همان فصل باشه، تو فصل رو که همان زمان مشخص باشه و زمان موعود باشه، ما اعلام میکنیم امسال زمان موعود توبه حقیقیه. در امروز، در این روز، زمان توبه حقیقیه. آیا آماده هستی توبه کنی؟ توبه حقیقی تو امروز مطمئن باش به حضور خدا میره. ایمان داشته باش، چون شریعت خدا نیکوه. مطمئن باش، اگر همه روزه به حضور پدر میره و خواهد رفت، امروز دو چندان خواهد رفت، چون خداوند امروز رو فراهم کرده. پس امروز رو دعا میکنیم، ای خداوند، توبه ما رو ببخش، توبه من رو ببخش. خداوند، برای تمام اشتباهایی که کردم، دانسته و ندانسته، خداوند، توبه فرزندانت رو که امروز توبه میکنن بپذیر. خداوند، توبه هممون رو، دانسته یا نادانسته، توبه میکنیم به جای ایلام و ایلامی، به جای تمام هموطنامون در کشورمون. ای خداوند، نمیدونن چیکار میکنن. ای پدر، در نام عیسی مسیح ببخششون، چون نمیدونن چیکار میکنن. ای قدوس،
ای خداوندم، ای پدر من که در آسمانی، من هستم آن که هستم، خداوند ابراهیم، اسحاق و یعقوب، خدای ابدی من، خدای ازلی من و خدای عشق من، ببخش همه انسانها رو، نمیدونیم چی کار میکنیم. ای خداوند، آزادی تو رو میطلبم بر زمین خاکی و انسانهای خداوند، در نام عیسی مسیح آزادی تو از امسال شروع بشه ای پدر، در نام عیسی مسیح از امسال آزادی مطلق تو شروع بشه، حکومت تو به سمت زمین شروع به حرکت بکنه. بازگشت تو رو مبارک میخونیم. هوشیانه 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 هوشیانه، ای عیسی مسیح، ای خدای زنده ما، ای قادر مطلق، هوشیانه هوشیانه هوشیانه، قدم های تو مبارک، بازگشت تو دوباره مبارک. خداوند، تشنه این هستیم که با تو سلطنت بکنیم در روی زمین، و ملکوت تو همونطوری که در آسمانه در زمین به زودی کرده شه، چون ای خداوند زمین خلقت بتالت نبود و خواست تو انجام خواهد شد. ای پدر، در نام عیسی مسیح دعا میکنیم برکت تو جاری بشه. توبه فرزندانت رو بپذیر، توبه ماها رو بپذیر، دعای شفاعت ما رو برای ایلام و ایلامی بپذیر. خداوند، آزاد کنه قدوس، خودت رو ببخش و بلند کن، زانوهات رو بلند کن به فیض خداوند، سر خودت رو به خودت اجازه بده بلند شه در نام عیسی مسیح. سرت رو دوباره بلند کن، نه به پاک بودن و مقدس بودنت، بلکه به بخششی که خداوند کرد قبل از این که بدونیم. ای خداوند، توبه میکنیم از تمام چیزهامون. ای عیسی مسیح، به حضور تو میاریم تک تکمون، هر آنچه که تو میدونی، و اولیش فقر روحیه که تمام ریشه یه تمام مشکلات ماست. ببخشمون، خودمون رو بخشیدیم. خداوند، من خودم رو بخشیدم. هر آن که خودش رو بخشیده، خداوند تو نیز ببخش. خداوند، آزادی خودت رو، یوغ خودت رو بر فرزندان خودت بگذار قدوس، در نام عیسی مسیح دعا میکنم. ای پدر، نه به قوت و قدرت خودم، به روح قدوس تو دعا میکنم. ای پدر، پس کلام خودت که از دهان من جاریه به عنوان دعای شفاعت برای خودم و برای قوم تو، آزاد کن قوم ایلام و ایلامی رو. خداوند، ای پدر، در نام عیسی مسیح دعای مرا بشنو، آزاد کن ای خداوند ایلام و ایلامی رو از این کمان سخت و پر درد و رنج، زنجیر ظلمت و بی‌عدالتی آزاد کن. ببخش، نمیدونن چی کار میکنن. آزاد کن، آزاد کن، آزاد کن ای خداوند، آزاد کن ای عیسی مسیح.